ناله های این سرزمین به گوش خدای حقیقی رسید و زمان آن رسیده که خدا قوم من و تو رو تفقد کنه. خداوند ما رو خوانده تا رهبران باشیم، تا دانه ها و ثمرات نیکو در زمین خداوند بنشانیم و به بار بیاریم. خدا میخواد ایران رو از طریق ایرانی آزاد کنه. من که برای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه خواهند یافت و با بالهای همچون عقاب اوج خواهند گرفت. با ایمان اعلام کن که روح خدا بر من است تا اسیران رو آزاد کنم، روح خدا بر من است تا فقیران رو بشارت بدم، روح خدا بر من است تا زندانیان رو آزاد کنم، روح خدا بر من است که گفتگان رو امید بدم. ما عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. مسیح خدا روی تو میاد و ثابت میکنی آنچه که دارم میگم میشه، آنچه که دارم میگم ببین، آنچه که دارم به تو میگم و تجربه بکن. آمین. حتی در زمانهای آخر که من و تو امروز در زمانهای آخر هستیم، روحش رو بیشتر و بیشتر خواهد ریخت. پس اون آیات و معجزات باید بیشتر و بیشتر در کلیسای خدا عمل بکنه. مس از کجا میاد؟ از حضور خدا میاد. مس از کجا میاد؟ از زندگی مقدس میاد. مس از کجا میاد؟ از ثمرات روح میاد. مس از کجا میاد؟ در روح راه رفتن میاد. مس از کجا میاد؟ در راستی خدا ایستادن میاد. مس خدا دست خداست که روی تو رو تایید میکنه. در نام عیسی مسیح خداوند، شاه پرجلال، خدمت تک تک شما عزیزان، خواهران، برادران، دوستان، مهمانان عزیز و عزیزانی که از راه دور با ما هستید، صلح و سلامتی خدا با شما باشد. آمین که امروز بتونید در سبت خداوند که روز در حضور خداوند و سفره خداونده بتونید از آسمان بگیرید، اون منای آسمانی رو بگیرید، از اون صخره که عیساست آب بگیرید و کلام خداوند ما رو قوت بده، جان بده که بتونیم برای هفته‌ای که در واقع شروع می‌کنیم قوت جان ما باشه. خدا رو شکر برای این فرصتی که داریم در حضور خداوند و میتونیم او رو پرستش کنیم، او رو در روح و راستی پرستش کنیم. در ماه اکتبر هستیم و میخوام ابتدا اعلام کنم برای هفته آینده که هم شام خداوند را داریم و هم جشن شکرگزاری، اما نه به روال قبلی که در واقع هر کسی میوه‌ای و شرایطی رو میآورد با اون ایمانی که خداوند داند محصول زمینم، از محصول خانوادم، از محصول دستنجم، از محصول برکتی که تو زندگیم دادی بخوایم بیاریم و اینجا داشته باشیم، چون که میدونیم که الان سرزمین ما سرزمینیه که الان واقعا محتاج یک تخم مرغ، یک لقمه نان و شرایطی هستن و شایسته نیست که در واقع ما بخوایم اون چیزی رو در واقع ارائه بدیم که در واقع هموطنانمون در حسرتش هستن. پس به همین دلیل فقط اون شکرگزاری رو خواهیم داشت، پیغام شکرگزاری خواهیم داشت، پرستش های شکرگزاری خواهیم شنید و از آنچه که خداوند برای ما در نظر گرفته، ولی شام خداوند رو هم با هم خواهیم داشت. پس عزیزانی که در واقع ثبت نام کردن یا ثبت نام میکنن، برای هفته آینده شام رو خواهیم داشت. اما عزیزانی که راه دور هستین، نان و پیاله رو با هم تقسیم خواهیم کرد با توجه به شرایط و محدودیت هایی که داریم. شاید همگان نتونن اینجا باشن، اما نان و پیاله را همراه خود داشته باشید. آماده کنید برای هفته آینده که با هم بتونیم در سفره خداوند که سفره شفا و برکت، آرامی و قوت و عهدی تازه و دوباره با مسیح استار زدن و بلند شدن با هم داشته باشیم. و خدا رو شکر برای فرصتی که میتونیم هفته آینده داشته باشیم و امروز آنچه که خداوند در قلب ما گذاشته ما را به اینجا آورده که در حضور او باشیم. آمین که قلب‌های ما مشتاق شنیدن صدای خدا باشه، آماده شنیدن کلام خدا باشه، اون لوگوس خدا که تبدیل میکنه و ما را در واقع حیات میده، اون لوگوسی که در واقع زندگی های ما را شکل میده. کلام خدا با لوگوس جهان را خلق کرد و ما با لوگوس خلقت تازه میشیم، تبدیل میشیم و میتونیم در واقع اون چیزی بشیم که خداوند برای ما در نظر گرفته. پس عزیزان بشنویم آنچه که خداوند میخواد با ما در میون بذاره. به نام عیسی خداوند کلامشو برکت بده و زبان من رو مس کنه که آنچه که مد نظر اوست اعلام بشه و سخنان من منظور نظر خداوند باشه و زندگی های ما رو از ایمان به ایمان، از جلال به جلال تبدیل بکنه. آمین. درباره پادشاهی خدایی داریم صحبت میکنیم که گفته پادشاهی یک هویت، پادشاهی ثروت نیست، پادشاهی قدرت زمینی نیست، پادشاهی در واقع زندگی لاکچری فقط داشتن نیست، پادشاهی یک هویت، یک باوره.
آدم میتونه در شرایط خاصی هست، عزیزانی هستن که شغل‌هایی دارن که بسیار سخته، اما وقتی نگاه می‌کنی یک چنان متانتی داره، چنان شخصیتی داره که واقعاً پادشاهی رو می‌تونی درش نگاه کنی. حتی به عنوان شخصی که نگهبان یک جای دری رو گذاشتن که در واقع اون شخص اینقدر با متانت و با شخصیت رفتار می‌کنه که واقعاً اون پادشاهی از سر روش می‌باره و آدم می‌تونه اون شخصیت رو در او ببینه. پس موقعیت نیست که کدام پوزیشن دنیوی رو داریم، خدا می‌خواد که ما شخصیتی مطابق شخصیت یک پادشاه در خدا داشته باشیم. آمین. پس این دعوتی که خداوند برای ما خوانده، پس من نمیتونم باشم اگر افکارم عوض نشه، چه که انسان آنگونه که فکر میکنه زندگی میکنه. پس خداوند داره شروع میکنه افکار ما رو با پادشاهی خودش داره آشنا میکنه. خداوند میخواد که در واقع ما یاد بگیرم که پادشاه کیه، شخصیتمو باور کنم، هویتمو باور کنم، ارزشامو باور کنم، خدا منو چی صدا میزنه. ما چیزهای زیادی صدامون میزنن تو خونه، چیزهای زیادی در واقع ما رو صدا میزدن. خواهر برادرها کوچیک که بودیم یه چیزای ما رو صدا میزدن. بعضی مواقع معمولا رو ضعف ها صدا میزدن، یه نقطه ضعفی داشت که زبونش میگرفت، یکی در واقع پاش میلنگید، یکی در واقع یه ذره لکنت داشت، یکی تیک داشت، هر کسی به هر حال که داشت بر اساس اون می اومدن همون رو صدا میزدن که فلانی 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 فلانی. اما خدا رو شکر که خداوند تمام تیک ها و ضعف های ما رو پوشونده و ما رو شاهزادگان. من باور دارم که وقتی خدا ما را صدا میزنه و ما را نگاه میکنه، همینطور که کلام خدا میگه ما را در عدالت میبینه و عیسی عدالت ماست، ما را در قدوسیت میبینه، عیسی قدوسیت ماست، ما را در نجات میبینه چون عیسی نجات ماست، و پادشاهی عیسی را هم همینطور در ما میبینه که من و وقتی میبینه عیسی را میبینه، اون تاج عیسی را بر سر من و تو میبینه. آمین. پس اونجا وقتی ما را صدا میزنه، همینطور که کلام خدا میگه، خداوند که پادشاه، عیسی که پادشاه، اسم تو را که صدا میزنه، تو با اسمت که پادشاهی. پس میخوام به نام عیسی مسیح باور کنیم که من کی هستم. زندگی ما عوض نمیشه اگه باورهامون عوض نشه، و باورهای ما از کلام خدا میاد. آمین. پس بیام با هم مرور بکنیم آنچه که خداوند میخواد امروز با ما در میون بذاره. درباره مسح پادشاهی صحبت کردیم که گفتیم که خداوند در تثلیث ما رو در واقع مسح کرده، پدر ما رو مسح کرده، پسر ما رو مسح کرده، روح القدس ما رو مسح کرده. پدر پادشاهی رو در واقع در زندگی ما، در هویت ما نگاه میکنه که من چگونه یک پادشاهی باشم. باور کنم به همین دلیل وقتی پدر در واقع من ارث پدر رو میگیرم، من فرزند خدا هستم و اگه پدرم پادشاهه پس من پادشاهم، پس من پادشاهی رو از پدرم یاد میگیرم. آمین. پس خداوند مرا مسح کرده که در واقع زندگی من و درون من رو بتونه تغییر بده. عیسی مرا به عنوان کاهن در واقع به نوعی داره مسح میکنه که من کاهنی هستم که بتونم شفاعت کنم، بتونم زمین رو با آسمان صلح بدم، بتونم دو نفر رو به هم وصل کنم، و من نمیتونم کسی رو وصل کنم اگه خودم قلب شفا، خودم قلب صلح، خودم پسر شالوم نباشم. در کلام خدا راجع به بن شالوم صحبت میکنه، میگه خانه به خانه برید و در بزنید، هر کس که بن شالوم بود صدای شالوم تو رو شنید و در رو باز میکنه، وارد بشو. و خداوند میخواد که در واقع ما سفیران صلح خداوند باشیم، همچون مسیح که کاهن اعظم ما بود. آمین. و گفتیم در واقع هم پادشاه رو در واقع میبینیم، هم کاهن رو میبینیم، هم نبی که هر سه داره مس میشن، و خداوند میخواد هر سه ما رو در هر سه بود مس کنه، به عنوان پادشاه در پدر، به عنوان کاهن در عیسی، به عنوان نبی در روح القدس. درباره این صحبت کردیم که پادشاه مس شده یا مس خدا روی تو تاثیر میذاره، مس کهانت روی دیگران، و مس نبوت روی دنیای روحانی تاثیر میذاره. و خداوند میخواد که ما کاهنینی باشیم، پادشاهانی باشیم که از خدا میشنون. خدا میخواد ما شنوندگان صدای خدا باشیم. خدا میخواد که ما یاد بگیریم صدای خدا رو تشخیص بدیم. خدا میخواد ما تاریخاش رو تشخیص بدیم. خدا میخواد حرف بزنه. ما پادشاهان در واقع لال نیستیم، ما پادشاهانی هستیم که زبان داریم، و کلام خدا میگه وقتی حرف میزنی همچون خدا حرف بزن، همچون خدا حرف بزن. و باشه که خداوند امروز کلامش رو که میشنویم در دهان ما بذاره که بتونیم اون رو زندگی بکنیم و بتونیم اونو اعلامش کنیم. میخوام بریم به کتاب مقدس، دوباره یه مروری بکنیم بر آنچه که گذشته، و بعد جایگاه زن و مرد رو در پادشاهی خدا صحبت کنیم. چه زن به تنهایی، چه مرد به تنهایی، چه به عنوان یه خانواده کنار همدیگه قرار میگیرن به تنهایی، حتی بچه هایی که بعدن میان به تنهایی چگونه در واقع خودشون رو نگاه بکنن. و داریم درباره این داریم صحبت کنیم، زن کیه، مرد کیه، و بچه ها در پادشاهی خدا کی هستن، من و تو کی هستیم، و خداوند چه چیزی رو برای ما در نظر گرفته. وقتی بریم به کتاب پیدایش، میخوام امروز قسمت هایی که امروز یه مقدار از عهد عتیق با شما مرور خواهم کرد،
چند هفته گذشته روی عهد جدید بیشتر با هم رفتیم، ولی امروز میخوام روی عهد عتیق با هم دوباره مرور بکنیم، ما چرا که خداوند میخواد به عنوان بنیان باوری ما بذاره که من باور کنم که کی هستیم و از کجا این باور اومده. برادر این از کجا داری در میاری؟ از کلام خدا دارم با شما صحبت میکنم، از مفاهیم کتاب مقدس با شما صحبت میکنم، کلامی که دیروز و امروز تا ابدالآباد همان است، خداوندی که دیروز و امروز تا ابدالآباد همان است، خداوند این کلام رو گفته. پس اگه خودش تا ابدالآباد زنده است، کلامش زنده است. آمین. وقتی کتاب پیدایش رو نگاه میکنید، باب دو، همه لطفا کتاب مقدستون باز کنیم. اگه اپ دارید رو اپتون نگاه میکنین، اگر کتاب دارید کتاب مقدستون باز کنیم. من ترجمه قدیم میخونم که بهتر بتونم برای شما باز کنم معانی و واژه ها رو، اما هر ترجمه دارید مهم نیست، میتونید روی هم واژه دقت بکنید که خداوند چی میخواد بگه. درباره این صحبت کردیم که خداوند به مرد رویایی داره میده، خداوند داره به مرد باوری رو داره میده و خداوند میخواد که در واقع تو این باور مرد زندگی بکنه. رویایی که خداوند داره برای مرد اینه که یک، در حضور اون بمانه، دو، او رو اطاعت کنه، سه، از باغ مواظبت کنه و چهار، بار با کار باغ رو انجام بده. آمین. خدا میخواد که در واقع با این چهار تا شرط مرد داره زندگی رو شروع میکنه. میخوام یه مروری بکنم که یادم رفته دوباره باورهامون رو مرور بکنیم و بر اساس یه پایه‌ای بذارم اون چیزی رو که خداوند میخواد امروز به ما بگه. خدا مرد رو در واقع آفرید با چهار تا موقعیت. یک، در حضور اون باشه. میخوام وقتی درباره حضور داریم صحبت میکنیم، اولین چیزی که مرد زمانی که از خاک زمین آدم، از آدما یعنی خاک ساخته شد، در زبان عبری خاک آدماست و آدم از آدما ساخته شد، زمانی که آدم چشمش رو باز کرد، اولین چیزی که کنارش دید در حضور خدا بود. مطمئناً به هر حال یه آهویی ندید که بالا سرش باشه، یک گوسفندی نبود بعبع میکنه، یا یک چیزی نبود که دور و برش داره میچرخه، یا یه خرگوشی نبود که داره بالا سرش رو اون لیس میزنه. مطمئناً چیزی که وجود داشت حضور خدا بود، خدایی که در واقع شما تصور کن، کلام خدا داره میگه که و خداوند بربینی وی روح حیات رو دمید و آدم نفس زنده شد. وقتی این واژه رو ما داریم نگاه میکنیم، سوال این که چقدر توقف داشت. وقتی به آیات قبلی نگاه میکنیم، خداوند گفت و شد، نمیگه یه پروسه انجام شد، بلکه در آن انجام شد. برای آدم بله، خداوند از گل سرش وقتی شکل گرفت، فرم گرفت، اون آناتومیش فرم گرفت، ساختار درونش فرم گرفت، در آخرین عملیات میگه که از حیات خود، از روح خود در او دمید. یک آن شما تصور کنی از روحش دمید بلا فاصله. مطمئنا خدا خودش رو قایم نکرد که کی بود، یه احساس کردم یکی بهم نزدیک میشه. شما حتی موقع خواب که هستی که یه نفر بخواد نزدیک شما بشه، ناخودآگاه از خواب میپرید، احساس میکنید که یه چی به شما نزدیکه. حتی اگر بعضی افراد میگه که نمیدونم، یا یه چی سنگینی نزدیکم شد، یکی میگه احساس کنم یه بختکی اومد روم، بعضی احساس میکنه حتی یه روح تاریکی که نزدیکه یه شخص میشه، شخص احساس میکنه که یه چی بهش نزدیک میشه. چقدر میشه وقتی روح خدا به ما نزدیک میشه؟ و شما تصور کنید در واقع این نزدیکی در بینی آدم، یک آن حیات میاد در درون اون، یک آن خون جریان پیدا میکنه، یا اول نفسی که آدم میکشه چی رو تجربه میکنه؟ اولین تجربه ای که آدم تو زندگیش کرد حضور خدا بود. و این کاملا کتاب مقدس واضح است و اینجاست که حیات ما با همین حضور ادامه پیدا میکنه. و بعد از اون ما میبینیم که خداوند میگه او رو در باغ گذاشت، گفت کار باغ رو انجام بده. آمین، یعنی تلاش، زندگی. و بعد گفت از باغ محافظت کن، اوکی، و از من اطاعت کن، از این میوه درخت بخور، فقط از این یکی نخور، یا از همه بخور فقط از این یکی نخور. پس چهار تا شرط خداوند داره به آدم داره میده و آدم داره در خداوند زندگی میکنه، در خداوند داره حرکت میکنه، در خداوند مواظبت میکنه، در خداوند داره کار میکنه، در حضور خداوند داره زندگی میکنه و در اطاعت داره عمل میکنه. همه چیز رو الان مرد داره و خداوند بهش میگه که شایسته نیست که این چهار تا فقط مال مرد باشه. میخوام یکی رو بذارم کنارش،
که کسی دیگه باشه که در این مسیر او را حمایت کنه. واژه ها را صحبت کردیم، برای معاونی موافق وی، راجع به موافق صحبت کردیم، راجع به معاون صحبت کردیم که در زبان اصلی درباره چی صحبت میکنه، و گفتیم ترجمه 70 عهد عتیق که ترجمه در واقع یونانیه معادلی که استفاده میکنه همون ترجمه و معنی رو میگه، درباره روح القدس داره صحبت میکنه. اما میخوام بعد از اون میبینیم که شایسته نیست که آدم تنها بماند، بیام براش معاونی بسازم. میخوام این واژه رو برای شما باز کنم، باب 2 از کتاب پیدایش. شایسته نیست که آدم، با آیه 18 خداوند گفت شایسته نیست که آدم تنها باشد. خب دست به عمل میزنه، مشغول به کار میشه. آیه 21، خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد تا بخوف، و یکی از دنده هایش رو گرفت و گوش در جایش نهاد. ما وقت عهد عتیق رو نگاه میکنیم، مفاهیمی که تو عهد عتیق وجود داره همه و همه سایه ای از عیساست، آمین، و بعداً سایه ای از کلیساست، که هر کدوم از اینها در واقع به نوعی سمبولی از آنچه که در عهد جدید خواهد شد. و یکی از دنده‌هایش گرفت و گوش در جایش پر کرد، و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را نزد آدم آورد، و آدم گفت همان این است استخوانی از استخوانم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد، از این سبب مرد و پدر مادر خود را ترک کند. واژه‌ای که در زبان عبری برای مرد صحبت میکنه واژه ایش. قبلا راجعش صحبت کردم، اما امروز میخوام یه مکاشفه ای از عملکرد زن با شما صحبت کنم که جایگاه زن کیه در پادشاهی خداوند و جایگاه مرد کیه. واژه‌ای که در زبان عبری برای مرد استفاده میشه میگه ایش. و خداوند میگه شایسته نیست که ایش، یعنی این مرد، تنها باشد. پس برای او معاونی موافق وی میخوام بسازم. و بعد شروع میکنه میگه او را خوابانید و دنده او زنی را گرفت. واژه زن در زبان عبری ایشا، و خداوند مرد ایش، و از ایش ایشا را گرفت. مرد و خوابان، ایش و ایشا. ایشا یعنی چی؟ ایشا یعنی از ایش گرفته شده، ایشی دیگر، ایشی همسو، همشکل، همفرم، هماهنگ، همتراز، همتراش، خوشتراش، هم در واقع ایده ایش، و در واقع یک کپی از ایشه. و بعد دربارش صحبت کردیم که واژه معاونت که صحبت میکنه، واژه‌ای که میگه برای او معاونی مشارکت، کسی که حمایتش میکنه، کسی که پشتیبانیش میکنه، کسی که در واقع بهش ایده میده. پس خدا به مرد یه رویایی داده و خدا زن را گذاشته که این رویا را پشتیبانی کنه. ممکنه سوال کنی که خب پس رویای زنها چیه؟ آیا فقط ما باید بیایم جمع کنیم، ما شوهرامون رو جمع کنیم، فقط ما بیایم بچه داری کنیم؟ یه بچه کم داشتیم، یکی میگم چند تا بچه داری، میگه 3 تا. میگفتم ای من فکر کنم 2 تا داری، گفت نه شوهرم من بچه‌مه دیگه، بعد اونم بزرگش کنم. گفتم خسته نباشید، چون که اگه بچه داری میکنی کار سختی داری میکنی. ولی خداوند میخواد که در واقع زن، رویای زن چیه؟ پس آیا زن رو برای خودش رویا نداره؟ مرد فقط رویا داشته باشه، زن باید حمایتش بکنه؟ نه، اتفاقا رویای مرد اینه که رویای زن رو حمایت کنه. آمین؟ یکی از کارهای مرد حمایت از رویات. پس که داری تو داری کمکش میکنی، اما داری کمک میکنی که تکلیفای تو رو بنویسه، داری کمک میکنی که مشقای تو رو بنویسه، داری به شوهرت کمک میکنی که در واقع وظایف تو رو انجام بده، آنچه که تو داری و خدا برای تو داره داری کمکش میکنی که برات انجام بده. دیدی تا یک نفر میخواد کمکت کنه، برات مشق بنویسی، کمک کنه، تکلیفی انجام بده، و ازت میپرسه اینجا چی میخواد، اینجا باید چیکار کنم، تموم شد، میگه نه دو تا صفحه دیگه هم برام بنویس، حالا این کار بکنم، خب حالا ظرفا رو هم بشور فلان کنم، خب حالا این کارم بکن، این کارم بکن. در واقع اون چیزی که هست وقتی داری شخص کمکش میکنه، پس تو داری در واقع بهش کمک میکنی، بهش خط میدی، بهش ایده میدی، داری تشویقش میکنی، دست درد نکنه، زحمت تو میدونم، خدا بهت برکت بده، کارتو انجام بده، خوب داری انجام میدی، اینم انجام بده، اینم ببند، این لامپا هم عوضش کن، اینم فلانش کن، اینم ویسارش کن.
چیزی که اتفاق میفته، مرد قسمتی عمده از زندگیش انجام رویای زنشه. پس این طور نیست که زنها فقط قرار حمایت کننده مرد باشن. خدا وقتی داره میگه شایسته نیست که مرد تنها باشه، پس میخواد بهش یه خانواده بده، پس خانواده رویای مرده. خب این خانواده کیه؟ زن توشه و بچه توشه. پس مرد قرار چیکار کنه؟ نیازهای اونها، خواسته های اونها، میل اونها، و کمک کنه که در واقع رویای اونها هم به انجام برسه. تو برای چی بچه تو کمک میکنه تحصیل کنه؟ میخوای دوست داری بچه چیکاره بشه؟ هر کدومتون آرزو داری بچه چیکاره بشه؟ برای انجامش هر کاری داری میکنی. آمین. خب مرد چه کار میکنه؟ برای چی داره تلاش میکنی؟ میگه برای آینده بچه‌ام میخوام یه کاری انجام بده، برای آینده بچه‌ام میخوام تلاش بکنم، برای آینده بچه‌ام هر چیزی که میتونم انجام میدم. پس این چیه؟ آیا این رویای مرده؟ نه، رویای بچه است. تو داری رویای بچه‌ت انجام میدی، اما انجام رویای بچه‌ت رویای مرده. آمین. رویای مرد اینه که رویای بچه‌شو به انجام بده، رویای مردی که رویای همسرشو به انجام برسونه. خدا میخواد که مرد رویای خانواده‌شو حمایت کنه و خانواده با حمایت مرد کمک میکنن که رویای خودشون هم انجام بشه، نه فقط رویای مرد انجام بشه. آمین. پس این فریبو نخورید که فکر کنید همه چی یه طرفه است. چون بعضی مواقع نگاه میکنه ای زنان شوهران اطاعت کنی. خب برای چی اطاعت کنم؟ این چیه که اطاعتش کنم؟ چون نمیدونم، به همین دلیل اعتراض میکنم. چرا حمایتش بکنم؟ چون که اون داره جون میکنه و باید جون بکنه که تو به رویات برسی، تو به نیازها، تو به خواستهات، تو به اون چی که میخوای برسی. پس یه چیز دو طرف است. همه چی یک طرفه نیست که فکر کنیم در واقع به نوعی مرد سالاری درونش وجود داره. پس میگه که زن یا ایشا یه ایش دیگر از همان جنسه. و جالبه وقتی راجبش صحبت میکنه، حتی واژه‌اش از یک جا داره میاد، نمیگه یک چیز دیگر، چیزی از همان جنس. پس گفتیم زنها قرار نقشی و ماموریتی مثل روح القدس انجام بدن. آیا روح القدس خودش رویایی داره؟ بله، در تأسیس رویا داره. رویا نداره؟ رویایی داره برای خودش. پدر طراح نقشه نجاته، عیسی نجات رو مهیا کرده، روح القدس هم برای خودش رویایی داره، قرار این نقشه رو به انجام برسونه. چگونه؟ از طریق من و شما. پس چگونه انجام میده؟ من و تو رو حمایت میکنه تا رویای روح القدس انجام بشه. اگر روح القدس ما رو حمایت نکنه، رویای او انجام نمیشه. اگر روح القدس ما رو تو حمایت نکنه، من از اورشلیم نمیتونم برم یهودیه، برم سامره تا اقصی جان. اگر روح القدس ما رو حمایت نکنه، نمیتونه قلب خدا که شفاست انجام بده، دست بر مریضان بزنم. اگر روح القدس ما رو حمایت نکنه، من نمیتونم از دست درات کنم. آمین. بر روح القدس با حمایتش داره رویای خودش رو به انجام میرسونه، رویای تثلیث داره به انجام میرسونه، رویای عیسی رو، رویای پدر رو و رویای خودش رو داره انجام میده. و عملا من دارم و انجام میدم هم رویایی که خدا برای من داره مثل آدمم، و هم رویای روح القدس رو دارم انجام میدم، رویای پدر رو انجام میدم، رویای عیسی رو انجام میدم، و همچنین رویا و قلبی که برای خداوند دارم دارم انجام میدم. اما کی من رو حمایت میکنه؟ روح القدس داره حمایت میکنه. و روح القدس نمیگه که برای چی من حمایت کنم، که چی اینو حمایتش کنم، مگه من چیکارم؟ من خودم خدام، حالا بیام اینو حمایت کنم، همش کارگری اینو بکنم، پشت این باشم، حالا مگه این کیه؟ نه، همچین نگاهی کتاب مقدس نداره. به همین دلیل وقتی نگاه می‌کنیم، دو تا شخصیت رو داریم می‌بینیم، خداوند رو داریم می‌بینیم که در واقع در بعد روح القدس، و زن رو داریم می‌بینیم که نقش حمایت کننده رو داره. پس خداوند از ایش، ایشایی شبیه ایش ساخت. دقت کنید. بعد تو میگه بنا کرد. واژه بنا کردن بیشتر تراشیدنه، تراشیدنه. خب بعضی مواقع من دوست دارم چیزایی که صنعتی کار میکنن میذارم، مثل چوب، تراش چوب. یه شخصی ایستاده اونجا، یه الگویی داره و در واقع معادل اون هی داره میتراشه، یه چیزی داره میچاسه همتراز اون، میخواد کاسه است، پشخواب، شکل در واقع یه فیگور، هر چی که هست داره میتراشه، شبیه یک چیزی داره اون رو میتراشه. و واژه تراش رو داره استفاده میکنه. اینو یادتون باشه، میخوام برگردم بهش. واژه تراش، مخصوصا آقای مواظب باشید، میخوام با شما صحبت کنم. واژه تراش و تراشیدن. اما بریم به انجیل یوحنا یک سر بزنیم، عهد جدید، که یه بالانسی از تعلیم جدید و عتیق با هم داشته باشیم.
در باب 14 از انجیل یوحنا عیسی درباره خودش داره صحبت میکنه که تنها راهه، و بعد داره صحبت میکنه که من میرم و قراره یک شخصی بیاد به عنوان روح القدس. از آیه 15 برای شما میخونم، اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد. واژه تسلی دهنده قبلا صحبت کردیم، پاراکلتوس، از ریشه کلمه پارا و کاله او میاد، که پارا همسان، همسو، هم قدم، هم مسیر، هم فکر، هم هدف، واژه هایی که در واقع با هم معنی میده. و کالئو یعنی دعوت شده، دعوت شده، کسی فراخوانده شده، دعوت شده، در نظر گرفته شده، مقرر شده، ساخته شده برای این کار که این عمل کرده پارا رو انجام بده، دعوت شده که عمل کرده پارا رو انجام بده. پس خدا داره زن رو دعوت میکنه که عمل کردی مثل پارا، پس یه مسئولیتی یک مسیح بهش میده که قرار عمل کرده پارا رو انجام بده، همسو، معاونت، مشارکت، حمایت، پشتیبانی و همچون وکیل مدافع کار رو انجام بده. آمین. اما واژه‌ای که میخوام روش فوکوس بکنم، راجع به این صحبت کنم، واژه تسلی دهنده ای دیگر، واژه دیگر، زیر دیگر. ما در ادبیات یونانی دو تا واژه داریم که برای دیگر استفاده میشه، که در زبان فارسی هر دوش دیگر ترجمه شده و ممکنه زیاد دقت نکنیم. واژه تسلی دهنده دیگر یعنی تا الان بیایید نزد من، تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی و تسلی میدم، الان میخوام یه تسلی دهنده ای، آرامش دهنده ای، پشتیبانی، حمایت کننده ای دیگر به شما عطا کنم. هتیوس در زبان یونانی به معنی دیگر، از نوعی دیگر. یه زمانی که در واقع شما دارید، در واقع یه نفر دعوت کردید به یه مهمانی و شروع میکنید، یه ظرف میوه گذاشتید اونجا، همش ظرف میوه است، همش میوه است، اما یه جایی موز میذاری و یه جایی بار دوم پرتقال میذاری و بعد دوباره میگی میتونم برای شما سیبم بذارم. همش میوه است، اما نه موز شبیه سیبه، نه سیب شبیه انگور، نه انگور شبیه چیز دیگر، اما همش میوه است. به این میگن دیگر. یکی دیگه برات بذارم، بهم میگه هتیوس، که یک میوه است اما از جنس دیگه و مدل دیگه، اما میوه است، همش هم خوبه و عالیه، اما هیچ شباهتی به هم ندارن. فقط شما انواع مختلف دیگر رو تو ظرف مهمانتون میذارید و میگیم خواهش میکنم بفرمایید صرف کنید. اما واژه دیگه که داریم در واقع برای دیگر، آلوسه. آلوس یعنی دیگر از همان نوع. شما یه چیزی خوردید، خب آشرشته خوردید، باقل پلو با ماهیچه خوردید، سبزی پلو خوردید، قرمه سبزی روش روغن بوده خوردید، خب هر چیزی که در واقع فکر میکنید، کله پاچه خوردید و بعد میگید دست درد نکنه، چقدر خوشمزه است، میخواید دوباره بهت بدم؟ دوباره از همون دیگ، از همون ظرف، از همون کیفیت، از همون پخت، از همون دستش، از همون بد میدن. اینکه دوباره همون رو به شما بدن میشه آلوس. این معنی دوم دیگره، یعنی همون جنس، همون کیفیت، همون مزه. پس من یه تسلیدهی دهنده دیگری از جنس خودم، مثل خودم، با قلب خودم، با رویای خودم، با دل خودم و با تمام آنچه که من هستم، یه خداوند دیگر مثل من در بود روح برای تو خواهد آمد که او تو را حمایت خواهد کرد. آمین. به این واژه میگن دیگر. حالا وقتی این دیگر رو داریم نگاه میکنیم، اولا روح القدس یه دیگری از عیسیه،
همونطور که عیسی دیگری دیگه از پدره. آمین. هر کس مرا دید پدر را دید. یعنی چی؟ من و پدر یک هستیم، از یک ظرف، از یک قالب، از یک محتوا، از یک ماهیت، از یک قدوسیت، از یک عدالت، از یک ذات هستیم. آمین. دو تا چیز مختلف ما نیستیم، از همان دیگری، از همون آلوس هستیم، از همان جنس هستیم. الان من میرم نزد اون دیگر اول که منو دیگر دوم فرستاد و میفرستم دیگر سوم رو شبیه من که شبیه پدرم. آمین. عملکرد و رویای همه ما یکیه. الان برگردیم به کتاب پیدایش و میخوام یه ایشه دیگر از همان جنس به تو بدم. آمین. یه ایش هست به نام مرد، یه ایشا، یعنی یه ایشه دیگر از همون جنس. و چقدر قشنگ کلام خدا داره جایگاه ما را با خودش که انسان را شبیه ما بسازیم، یعنی همین، یکی از ابعاد شبیه ما همینه و بیاد انسان را شبیه ما بسازیم. تراش خورده از همان جنس، برای همون عمل کرد، با اینکه نه پدر عیساست، نه عیسی روح القدس، نه روح القدس پدره، اما هر سه در ذات یک هستن. با اینکه زن مرد نیست، مردم زن نیست، اما در ذات یک هستن. آمین. به همین دلیل از آن پس هر دو یک خواهند بود. و دقیقاً همون واژه‌ای رو که برای آدم و زنش، یا برای مرد و زنش بعد از پیوند صحبت میکنه، همین واژه رو برای تثلیث استفاده میکنه، که من یهوه خدای آخات هستم، یگانه، از یک جنس، از یک ماهیت، از یک ذات. و زن و مرد یک هستن، آخات، یک جنس، یک ماهیت، یک قلب، یک ذات. پس اینکه انسان شبیه خدا هست یعنی چی؟ این یکی از ابعاد شباهت خداست که در بارش داره صحبت میکنه. پس زنها نقش عمل کردی مثل روح القدس دارن که قرار حمایت کننده پاراکلتوس باشن. و واژه‌ای که بعد ادامه میده میگه که من شما را یتیم نمیگذارم. آیه 18، شما را یتیم نمیگذارم. اورفانوس یعنی بی پدر، بی مادر، بی سرپرست، بدون پشتیبان، بدون حامی، تنها، بی کس و بی انگیزه. من برای شما همه اینها را در یک شخص خلاصه می کنم. پس شایسته نیست آدم بی پدر، بی مادر، بی پشتیبان، یتیم و تنها و بی انگیزه باشد. برای او کسی را خواهم نهاد که همه اینها را درونش داشته باشه. آمین. شیطان تو این ایام آخر که دوران فیضه با زنها خیلی کار داره و تمام هدفش اونهاست. و چرا؟ چون که با حمایت‌های اونها رویاهای خدا برای مرد و رویاهای خودشون در خانواده به انجام میرسه و شیطان از این موضوع میترسه. کافیه اگر بگیم پشت سر هر مرد موفق، امروز مسخره زیاد میکنن، جوک زیاد میسازن، خب یه مادر شوهر فلان ایستاده، یه زن فلان، یه مادر زن فلان، یه این فلان، پشت سر هر مرد موفق هیچ کس نایستاده، نمیدونم یه زن قرقرو نایستاده، این نایستاده، جوک زیاد هست دربارش، همتون هم شنیدید. اما به نام عیسی باطل میکنم، این کلام خدا اینو نمیگه. شاید متاسفانه تو دور زمونه که زندگی میکنیم این چیزها زیاد دیده میشه و واقعا نمیشه انکارش کرد، اما این حقیقت نیست. این چیزی که دنیا داره بخورد خانواده ها داره میده. پشت سر هر مرد موفق کتاب مقدسیه، یک پاراکلتوس ایستاده، یه معاون ایستاده، یه مشارکت، یه مباشر ایستاده. و اگر اون نباشه، نه اینکه نمیتونه کار کنه، نه اینکه نمیتونه غذا درست کنه، نه اینکه نمیتونه تخم مرغ درست کنه، بسوزونه، خب ظرفا رو جمع کنه تو آشپزخونه، یه تخم مرغ درست کنه کلی ظرف جمع میشه، اینا رو بلده انجام بده.
اما در نهایت یه لقمه میخوره، نه میره رستوران یه چیزی میخوره. اما اینها نیست. خدا طرحش این گونه است، نقشه‌اش این گونه است. کلام خدا میگه روح خدا روح محکومیت نیست، پس زنها شوهراتون رو محکوم نکنید، تصحیح کنید، محکوم نکنید، چون که این عمل کرده روح القدس نیست، این کار روح القدس نیست. وقتی که آدم به خواب رفت و در خواب از دنده او زنی ساخته شد، سمبولی از مرگ عیسی است که به خواب رفت 3 روز و از دنده او که به نیزه زدن کلیسا ساخته شد. و این کار کار کیه؟ روح قدوس خداوند. روح خدا این تبدیل انجام میده. با شخص صحبت میکردم، میگفت که آره زن من اینطوری نبود، مدتی دیگه خیلی زبون دراز شده، خیلی فلان شده، خیلی اینطور شده. میگم چند سال ازدواج کرده؟ میگه 10 ساله. میگم که کتاب مقدسی جواب بدم یا چی؟ نه برادر، کلام خدا چی میگه؟ آقایان خوب گوش کنن، کلام خدا میگه بخوای نخوای مرد زن را میتراشه شبیه خودش میکنه. اگر قبلا مهربون بود الان بد اخلاق شده، چون که دقیقاً آیه و آینه از تو قیافه تو شده. فقط تو الان نمیدیدی قیافه خودتو، الان داری قیافه خودتو میبینی. ساده بگم، نمیگم که زنها بخوان خوشحال بشن، برای اونها هم دارم، سراغ شما هم میام. کلام خدا میگه آهن آهن را میتراشه، دوست روی صورت دوست خیش را. پس داری میتراشیش، چون که تو اقتدار داری که قراره شبیه تو ساخته بشه. کلام خدا نمیگه مرد شبیه ایشا شد، میگه ایشا شبیه ایش شد. پس طبیعتاً تو داری اونو میتراشی، خودتو گذاشتن توی یه سایز، دستگاه هم داری میتراشه، چرخش زمونه و رفتار تو، یان به خودت میای، میبینی جلوت میسته. بعد تو بچه ها، بچه ها توی سنی هرچی بهشو میگی، چی بد نمیگن، چی بد نمیگن، بزرگ که میشن جوابتو میدن. چرا؟ چون شبیه تو شدن. الان دیگه بزرگ شده، زیر بار زور نمیره، الان میتونه جواب بده، یکی میگه دوتا جوابت میده، چون که شبیهت شده. پس این اصله. اینجاست که در واقع ما داریم نگاه میکنیم که کلام خدا داره میگه حواست باشه چی داری از خودت کپی میکنی آقای ایش. چون که دیر یا زود ایشا میشه تصویری از تو. و اینجاست که در واقع خداوند میخواد ما بدونیم که من کی هستم و نقش من و خداوند چگونه تعریف کرده. دوباره برگردیم به کتاب پیدایش باب 5. پس ایش و ایشا شبیه هم هستن. میگه که از این سبب مرد پدر و مادر، باب 2 آیه 24، از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده و با زن خود خواهد پیوست و یک تن، آخاد، اتحاد، یگانه. از این سبب مرد پدر و مادر خود رو ترک کرده، نمیگه تردش کن، میگه ترکشون کن. یک مرد توی خانواده تو، بچه چندم خانواده بودی نمیدونم، چند تا خواهر برادر داشته نمیدونم، اما پدر تو یه رویایی داشت که قرار بود نیازهای خانوادهش رو برآورده کنه و رویاهای همسرش که مادر پیر تو که پیر و سرخورده شده بود، قرار بود رویای مادر تو رو و رویای خواهر برادرای تو رو و رویای تو رو انجام بده. اینکه میفهمید نمیفهمید، اصلا درک داشت نداشت، به زندگی چه کار کرد بماند، اما این اصول خلقت خداست که خدا پدر تو رو گذاشت.
پس تو و پدر و مادرت و بچه ها همه داشتین رویای دنبال رویای پدرت میری. پس اتفاقی که داره میافته چه خواهد شد؟ کلام خدا داره میگه که اینکه تو رفتی دنبال رویای پدرت، زندگی شد این. اینکه اگه درست رفت، خب آمین که چیز خوبی شدی. اگر بد رفت، اینی شده که الان هستی. اما الان تو خودت بزرگ شدی و میخوای همسری داشته باشی و بچه هایی. پس الان زن تو و بچه های تو قراره دنبال رویای تو برن. نمیتونه زن و بچه تو دنبال رویای بابا تو را بیفته بره. پس رویای پدر مادرت رو ترک کن و خودت از خدا رویا بگیر که همسرت و بچه هات بتونن دنبال رویای تو حرکت کنن. آمین. قابل درکه؟ و مردی که هنوز دنبال رویای مامانشه، مامانم اینا، بابام اینا، آبجی خانم، خاندایی، این نمیتونه زن بگیره. باید مطمئن بشیم که مرد خودش از خدا رویا داره، یعنی فهمیده رابطش با خدا رو میفهمه، میدونه ارزش ها رو و میدونه قرار در پادشاه خدا چیکار کنه، هدف داره برای زندگیش، میدونه زن قرار توی زندگیش بیاد وارد بشه چیکار قرار بکنه. ما اینا رو بلد نیستیم تو جامعه مسیحی. اینا رو معمولا میرن کنفرانس ها، شاید یه جایی روانشناسی یه چی بهت بگی یاد بگیری، اما اینا همش بالا تو کتاب مقدسه. آیا خارج از اون چیزی که از آیاتی که دارم به شما میگم؟ پس اینجاست مردی که هنوز رویای پدر مادرش رو رها نکرده، قابل اعتماد نیست برای بله گفتن بهش، مگر اینکه رها کرده. بله احتمالاً احترام بذار، حمایت بگیر، پشتیبانی بگیر، اما حواست باشه از رویای پدر مادرت باید بیای بیرون. رویای خواهر برادرات باید بیای بیرون. شخصی میگفت انگار من شوهر نکردم، برادر شوهر دارم، شوهرم. میگم یعنی چی؟ میگه هر چی اون میگه. اون میگه چی بخور چی نخور، فلان کن فلان کن. خواهر شوهر برادر شوهر، خواهر شوهر برادر شوهر، خواهر شوهر برادر شوهر. خب چه اتفاقی میفته؟ این مرد از خودش هیچی نداره و خطری که وجود داره. زن میگه من دنبال رویای تو بیام، دنبال رویای برادر تو بیام، دنبال رویای خواهر تو بیام، دنبال رویای مادر تو بیام، رویای بابای تو بیام، تازه یکی بیمو خانموش مهمتر از همه است. گفتم دیگه خدا به داد تو برسه. هرچی که اونا میگن این کتاب مقدسی نیست، مسیحی هستی ما باید بدونیم اینا کتاب مقدسی نیست. این روش ها مرد باید این... زنم همینطور. تا الان دنبال رویای بابات بودی، اوکی، الان که شوهر کردی یه رویای بابا مامان ندارم. تا لوس میشی تقیب توقی میخوری غر میکنی میری خونه بابا رو لولو برد. تو شوهر داری، تو زندگیت میسی، سر جات میسی و اونجا قراره بسازی آنچه که خدا به تو مس کرده و دادی. و توی باب 5 وقتی نگاه میکنه میگه این از کتاب پیدایش آدم، در روزی که خدا آدم را آفرید و به شبیه خدا او را ساخت، نر و ماده ایشان را آفرید و ایشان را برکت داد و ایشان را آدم نهاد. ایشان کیان؟ یعنی زن و مرد هر دوشون آدمن، هر دو آدمن، فقط مرد آدم نیست، زنم آدمه. آمین. هر دوشون آدمن. کلام خدا میگه اگه چیزی غیر از اینه آیه بیارید بفرستید که خلاف این داره میگه. هر دوی ایشان رو آدم خوان و ایشان رو برکت داد در روزی که ایشان رو آفرید. پس خدا آدم رو آفرید. پس آدم کیه؟ زن و مرد. ایش و ایشا هر دوشون آدمن. زن و مرد، ایش و ایشا هر دوشون آدم هستن. و بعد ما میبینیم قبلا راجع بهش صحبت کردیم و خداوند میگه این آدم کیست؟ یعنی زن و مرد. این آدم وقتی صحبت میکنه راجع مرد صحبت نمیکنه. این آدم کیست که تاج جلال را بر سر ایش و ایشا گذاشتی؟
پس آقایون فکر نکنید تاج مال فقط اوناست، مال هر دوشونه. و اگر اینطوری نگاه کنی، هم ارزش، هم سایز، هم تراش، اگر اینطوری نگاه کنی انگار یک آخاد، شباهتشون اینطوری میبینی، اینطوری آخادشون رو میبینی، یعنی یگانگیشون رو میبینی. اگر مرد نتونه رویایی داشته باشه، طبیعتاً زن مجبور رویایی از خودش بگیره و حرکت بکنه، و اینجاست که خطر وجود داره. و این قبلا راجع بهش صحبت کردم. و خاصیت زن اینه که پشتیبانی کنه، حمایت کنه و برکت بده، و آنچه که مرد داره رو قراره براش انجام بده، دو برابر انجام میده، دوپلیکیت میکنه، چند برابر میکنه. هر آنچه که داره راجبش صحبت کردیم، چند برابر میکنه. خب کار روح القدس چیه؟ چون روح القدس بر تو آید، قوت خواهی یافت، یعنی یه چیزی اضافه بر تو اضافه میشه، توانایی انجام. شاهد چی میشی؟ رویای خدا، مأموریت خدا. چون روح القدس بر تو آید، قوت خواهی یافت. پاراکلتوس بر تو آید، قوت خواهی یافت. حمایت کننده، معاون با تو آید، قوت خواهی یافت. آمین. دو از یک بهتر خواهند بود. این چه که به شما میگم کاملا کتاب مقدسیه و کاملا یه مکاشفه ایه از اهمیت زن و مرد تو پادشاهی خدا و نگاهش به تثلیث، که خودت چگونه نگاه کنی. من آدم بی ارزشی نیستم، من شبیه خدا هستم، منم آدمم. یه شخصی داشت و دعواش میشه با شوهرش داشت، پس میگم گفت بردم منم آدمم. گفتم آمین که آدمی، کلام خدا میگه تو آدمی دیگه. گفت نه جدی میگم. گفتم منم جدی گفتم، با شما آدمی. وقتی خودت باور میکنی که آدمی، آمین، دیگران دیر یا زود باید باور کنه تو هم آدمی. اما متأسفانه تو جامعه ما فکر میکنی فقط مرد آدمه. چون روح القدس بر تو آید، قوت خواهی یافت. توی انجیل متا میگه که شخص ثروتمندی اومد قنطارهاش رو تقسیم کرد، به یکی یک قنطار، به یکی دو قنطار، به یکی پنج قنطار داد. داستانش رو میدونید. بریم نگاه کنیم انجیل متا باب 25، شرحال اینو داره صحبت میکنه. و بعد میگه اومد از اون کسی که دوتا بود 4 تا داد، و 5 تاییه 10 تا داد. یادتون هست؟ میگه اون دوتاییه 4 تا داد و 5 تاییه 10 تا داد. چون روح القدس بر تو آید، قوت خواهی یافت. حالا اون یکیه میگه میرفت خاکش کرد، چون که میدونستم تو خیلی سخت گیر هستی و گیر میدی، خب من رفتم خاکش کردم، آها بیاین یکی از سر ما بگذره، یکی رو بهت برمیگردونم. آیه 26، آقایش در جواب وی گفت ای غلام شریر بیکاره، چطور دانسته ای که از جایی که نکاشتم میدرم و از مکانی که نپاشیدم جمع میکنم؟ از همین جهت تو را میباید نقد مرا به صرافان میدادی تا وقتی که بیایم مال خود را با سودش بیابم. صراف کیه؟ کسی که میتونه آنچه که تو داری رو دو برابر کنه. اینجا همیشه منفی نیست. درسته جای میگیم صرافان رو فلان و فلان کرد در خانه، میگه خانه من جای این کارا نیست. حالا به مرد اونجا خب کلاهبرداری هم میکردن، اما در واقع قراره اون چیزی که تو داری رو دو برابر کنی. چگونه؟ میگه میدادی صراف، اجازه میدادی که همسرت در سرمایه های تو دخالت کنه، در رویاهای تو و رویایی که خدا ارباب، این سمبول کیه؟ من یه سمبول خدا نیست، شخص ثروتمند،
مگه این قنطارها هدایا و برکات خدا نیست؟ مگه رویای خدا نیست؟ مگه ابزار خدا نیست؟ مگه اون افراد ما نیستیم؟ مگه کتاب مقدس ما اینا رو بلدیم دیگه؟ این افراد ما ایم. قنطارا چی هن؟ میگن عطایا، رویاهای خدا و چیزهای خداوند. شخص ثروتمند کیه؟ خداست. خدا اومده الان از ما داره طلب میکنه. خب بدیمش به کی؟ اجازه چرا ندادی؟ همینطور که روح خدا میاد ما رو قوت میده، ما احتیاج داریم رو زمین کسی که ما رو حمایت کنه. این نمیخوام راجع به کسی صحبت کنم که هر زنی این گونه است، ولی ایشایی که واقعا از ایش اومده، میش نبوده، پیشم نبوده، ایشا بوده، یعنی در واقع تراشیده از اون، یعنی اینو قبولش کرده، باورش داره، همسو، هم رویاست، هم قلبه، واقعا شوهرش رو دوست داره و میخواد حمایتش کنه. دوست نداره زمین خوردنش، دوست نداره برخورد بشکستگیشو، دوست نداره مسخره شدنشو، دوست نداره حقارت شدنشو. و این خیلی خطرناکه که تو به عنوان نقش عمل کردی و پشتیبان بخوای محکومش کنی. محکومش نکن. این دلیل نمیشه که چون که در واقع مرد تنهاست میتونه همه رو انجام بده. اگر میتونست انجام بده مطمئن باش خدا براش ایشا نمی آورد. اگر آدم میتونست انجام بده احتیاج به روح القدس نداشت، مطمئن باش روح القدس رو نمیفرستاد. و خدا میخواد که در واقع ما این گونه عمل کنیم. آمین. اما میخوام با این آیه به اتمام برسونم. بریم به انجیل لوقا. راجع به زن و مرد پادشاهی خدا داریم صحبت میکنیم تو انجیل لوقا باب 11. شرح حال عیسی رو میبینیم که داره دیوها رو بیرون میکنه و میگن به چه قدرتی داره دیوها رو بیرون میکنه؟ تو به قدرت شیطان داری این کار رو انجام میدی. عیسی داره جواب میده. پس بریم با هم نگاه کنیم. ببینیم پاسخ عیسی به این نوع اتهام چیه. از آیه 17، پس او خیالات ایشان را درک کرده به ایشان گفت: هر مملکتی، هر حکومتی و هر پادشاهی و هر ملکوتی و هر ساختاری و هر سیستمی و هر خانواده‌ای که بر خلاف خود منقسم شود تباه گردد و خانه‌ای که بر خانه منقسم شود منهدم شود. واژه خانه ما می‌دونیم برای یه یهودی بیت هم خانه است، هم خانواده است. پس تو پادشاهی خداوند میگه چگونه میشه یک پادشاه بر ضد پادشاهی خودش عمل کنه و چگونه میتونه یک خانه، یعنی یک فامیلی، فادر اند مادر، فامیلی بخواد بر ضد خودش. اگر زن و مرد بر ضد هم برخیزند خانتون فرو میپاشه. این چیه که کلام خدا داره میگه؟ میگه مگه میشه یک پادشاهی بر ضد خودش منقسم شود؟ منقسم یعنی قسط، تقسیم، پخش شدن، متلاشی شدن، تکه تکه شدن هم میده و میگه متلاشی میشه. عیسی میگه مگه میشه؟ ولی ما داریم میبینیم که میشه. شما چی فکر میکنید؟ میشه؟ خانواده بر ضد خودش میسته؟ نگاه کن. زن بر ضد همسر خودش، ایشا بر ضد ایش میسته؟ ایشی بر ضد ایشا میسته؟ او رو حقیر میکنه؟ با واژه ها با کلمات سرکوبش میکنه؟ داریم میبینیم دیگه. بلی نتیجهش چیه؟ منقسم شدن. این هم روح دیابولوسه که ضد خانه و ضد اتحاد کار میکنه. از طریق چی؟ هر جا مرچی قبلا راجبش صحبت کردن هفته قبل.
دیگه نمیخوام به اون کاری که لویتان انجام میده هرج و مرج، هیچ نظمی وجود نداره و تو این گیجی و هرج و مرج کاری که میکنه جدایی، منقسم شدن، متلاشی شدن، منهدم شدن، تیکی تیکی کردن خانواده است. اما میگه تو پادشاهی خدایی نیست. پس اگر جایی داره منقسم میشه، میخواد این حکومت و پادشاهی و ملکوت دنیای دیدنی نادیدنی، میخواد داستان شیطان باشه، میگه حتی شیطان بر ضد خودش عمل نمیکنه. چرا شما دارید عمل میکنید؟ و بعد ادامه میده، اگر میبینید که من دارم میام قدرت شیطان را دارم متلاشی میکنم، حکومتش دارم میترکنم، دارم اینا نابود میکنم، چون که روح خدا میاد تا قدرت های تاریکی رو متلاشی کنه. پس شیطان میگه آها، ما رو متلاشی کردی دیابولوس، برو سراغ این خانواده. لویتان، بیا برو سراغ این خانواده. افسردگی، غم، بیا برو سراغ خانواده. شک، ناامیدی، بیعتمادی، بیا برو. چه کار میکنه؟ که ملکوت خدا، ایش و ایشا، اتحاد و زن و مرد رو متلاشی کنه. اینا میبینید دیگه تو جامعه، نه؟ از کجا داریم میخوریم؟ شما که کتاب مقدس رو بلدیم و میگیریم دستمون و ممکنه برای دیگران بگیم، حواسمون باشه به خودمون. از خودم هم دارم میگم. حواسمون باشه به خودمون. بخاطر اینکه زیاد معلم نشو. زندگی دیگران رو مشاوره میدی، خودت تو هوایی. اینا خدا به جهت محکومیت میگه، به جهت هوشیاری میگه، هر کی گوش دارد بشنوه که روح خدا به کلیسا چه میگه. کلیسا بیرون، من، تو، ایمانداران، کلیسای جهانی، هر جایی که هستیم. اما هاللویا، خدا ما رو خوانده. امسال 25:5 میگه که شریران را از حضور پادشاه دور کن. شریر را از حضورت در خانواده ای که پادشاهی داری میکنی شرارت را دور کن و در عدالت بیست. در جایگاه درستت بیست. زن هستی در جایگاه بیست، مرد هستی در جایگاه بیست، بچه هستی در جایگاه درستت بیست. خدا اون خانه رو برکت میده و محافظت میکنه. وقتی خدا خانه رو بنا کنه، آمین که بناها هم نتیجه میگیرن. وقتی خدا خانه رو پاسبانی میکنه، آمین که پاسبان هم استراحت میکنه. این اون چیزی که خدا برای ما میخواد. شیطان دنبال اینه که خانواده ها رو بپاشونه، روابط بپاشونه. چگونه؟ ایش رو بر ضد ایشا، ایشا رو بر ضد ایش. اینها رو منقسم میکنه و قدرتشون میشکنه. حالا مرد، تنهایی میخوای چیکار کنی؟ بله، تخم مرغ درست میکنی میخوری. زن، تنهایی میخوای چیکار کنی؟ خودم میرم کار میکنم، اگر شده نظافتم شده میکنم. آیا این قلب خداست؟ این اون چیزیه که خدا برای تو میخواسته؟ بله، میتونی گیریم تا عذاب بکشی بیرون زندگی کنی، ولی این زندگیه؟ این رویای خدا نیست، این قلب خدا نیست. قلب خدا اینه که توبه و بازگشت کنید تا دوران استراحت و آرامی شما فرا برسه. زن رو باید توبه کنن، مرد رو باید توبه کنن، همه باید توبه کنن. این بچه های بیچاره زیر دست پای ما دارن داغون میشن، اینا رو باید کی جمع کنه؟ یه موش بچه روانی به جامعه میدیم، اونم دوباره ترس فرار از خانواده ای تو میری ازدواج ناموفق، پسر از درتون، پسر رفته دست پدر مادرش فرار کرده، رفته با یک نفر آشنا شده، هنوز دو ماه آشنا نشده، بچه آورده و داره میزنه تو سر خودش. ولی چرا؟ به خاطر اینکه تو خونه اعصاب معصاب نداره، به خاطر اینکه مرد سر جاش نیست، رویای درستی نداره، ایشم به جون ایشو هم به جون ایش افتاده، داره محکومش میکنه. روح محکومیت از خدا نیست، روح محکومیت از شیطانه. صادقانه بگم،
عیسی به پتروس و یوحنا و یعقوب دارن میان صحبت میکنن که آتش برید، میگه چه روحیش تو رو هدایت میکنه؟ یه جایی میره واقعا روح خدا هدایت میکنه، آمین، یه مکاشفه میگیره، هللویا تو هستی مسیح پسر خدای زنده، یه جایی هم روح تاریکی. پس همیشه ما در خطر هستیم، فکر نکنیم تو ایمنی هستیم. وقتی در حضور خدا را بریم و در امنیت خداوند قدم برداریم، آمین. اما مشکل اینه که نفس ما هم بیکار نیست و داره کار میکنه. فکر کنم زمان توبه است. هفته آینده زمان شکرگزاریه، برای چیزهای زیاد شکرگزاری کنید، برای آنچه که خدا بهتون داده شکرگزاری کنید. هیچ وقت سعی نکن جای شوهرت بیستی. آخ شوهر، تو هم سعی نکن جای خانمت بیستی، همه چی رو به نگردنش. این از خدا نیست، برکت نمیاد. تو بعضی خانواده ها همه چی سر زنه. چرا؟ من باور هم دارم که زنها دوست ندارن سر باشن، دوست ندارن این همه جور و سختی و تحمل بکنن، اما به جای مجبور میشن به خاطر اینکه مرد شاید نتونه. اما تو هم تا مرد نمیتونه سری نگو که خودم میکنم، اجازه بده. مثل بچه چطوری واقعا؟ اگه فکر میکنی بچه داری، بقول یارو میگه سه تا بچه داریم، گفتیم دو تا داری، گفتن شوهرم هم بچه‌م. اوکی، اگه گیریم بچه داری واقعا با دلسوزی عمل کن. نگاه درست نیست، ولی حداقل اگه بچت خطا میکنه چطوری کمکش میکنی که تا به یه جایی برسه؟ آمین. اون گونه به همسرت نگاه کن که بلند بشه و بتونه در واقع اون چیزی که خدا براش میخواد انجام بده، بتونه رویای خودش و رویای تو و رویای بچه ها رو به انجام برسونه. آمین. هیچ خانه ای بر ضد خودش منقسم نمیشه، هیچ پادشاهی بر ضد خودش منقسم نمیشه. پس هر آنچه که از زبانت منقسم کرده توبه کن. توبه، توبه و توبه. هر رفتاری که منقسم میکنه توبه، هر حرفی، هر نیشی زبونی توبه. رویای خاندایی خانم و بابا و مامانت هم ول کن. زشته، یه بزرگ شدی، 60-70 سال شده. خود رویا داشته باش و برو دنبال رویایی که خدا برای تو و خانوادت داره. آمین. این چیزی که خدا برای از ما میخواد. این قلب پادشاهی خداست. پادشاهی اینو میگه. اشتباه کردم، دستتو بگو بالا. خطا کردی، دستتو بگو بالا. خدا فروتنان رو بلند میکنه. اشتباه کردم، کم آوردم، نتونستم، نفهمیدم چی شد، به خودم اومدم نفهمیدم چی کار کردم. اوکی، خانم ها شما هم فرصت بدید و بلند کنید و حمایت بکنید. خدا تو رو مس کرده، میتونی، میتونی حمایت کنی، میتونی بلند کنی، میتونی تشویق کنی، میتونی. خیلی ازدواجایی که میکنی با مردای ازدواج میکنی که اکثرا بچگی خوبی نداشتن، تو سری خوردن، باباشون زدهشون، بهشون گفته تو هیچی نمیشی، تو هیچی نمیشی. شخص داره فوق دکترا میخونه، فوق دکترا، فوق دکترا، پدرش میگه تو هیچی نمیشی. گفتم دهن این پدر رو برکتش بده. معلومه دیگه این لعنت. بعد جالبه این شخص با این همه هرچی میدوه یکیش گروه دوشه، هشتش گروه نوشه. چرا؟ چون یه لعنت روشه. حالا فکر نکن فقط پدرش لعنتش کرده، بعضی مواقع زنها هم شوهراشون لعنت میکنن که تو هیچی نمیشی. بچه ها رو لعنت میکنی، میگه هیچی نمیشی. چرا؟ چون که باب میل شما نیستن. دعا کن که شبیه خدا بشن، دعا کن که در خدا ترسی برن جلو، دعا کن که اراده خدا تو زندگیش انجام بشه. مطمئن باش اراده خدا بهتر از پدر مادره که هستید هست. خدا شو برای اونا که در پدر چهاشون در ایمان متولد شدن، پدر مادر این درک روحانی دارن و بچه هاشون در ایمان متولد شدن. آمین. که شما خداوند شما رو مس کنه به عنوان پدر مادر، که بچه هاتون رو در خدا ترسی و در احترام رشد بدید. بیا در حضور خدا دعا بخونیم.
برکت میدم به نام عیسی مسیح زندگی تو را، ای زن و مرد. خداوند دعای خانه تو را بشنود و چشمانش بر خانه تو باشد و دست او دراز با فرشتگان عظیمش گرداگرد خانه تو سنگر زده و محافظت کنند. خداوند بچه های تو و نسل بعد از تو رو چه دیده چه ندیده، هللویا، برکت دهد. آمین. برکت هزار نسل از تو به نسل های بعد از تو حتی اگر نباشی ادامه یابد. دعا میکنم که دعای تو همچون بخوری خوشبو با آسمان بلند کرده شود و چون باران رحمت، باران برکت به زندگی تو برگردد. دعا میکنم در خانه تو قلب شکسته ای نباشد، قلب خسته ای نباشد، قلب افتاده ای نباشد. در خانه تو، هللویا، روح سلامتی، روح برکت، روح شفا، روح حیات و روح شادی روح القدس باشد. هللویا. دعا میکنم که خداوند نه فقط رزق روزی تو رو بر زمین برکت دهد، نان روزانه آسمان کلام رو بر تو و سفره قلب تو پر نماید و از اون صخره عیسی آب روزانه، آب حیات به تو عطا کند. دعا میکنم که گوشهای تو به صدای خدا آشنا باشد و چشمان تو به جلال خدا آشنا باشد. هللویا. دعا میکنم زانوهای تو فقط در حضور جلال خداوند پادشاه پادشاهان خم شود و هیچ وقت زیر بار فشارها زانوی تو به زمین نخورد. دعا میکنم که زنی مقتدر، مردی مقتدر در خداوند باشی. دعا میکنم نمونه عالی برای فرزندانت باشی. دعا میکنم مسئلت تو رو، دل تو رو، ای مرد، برای همسرت و بچه های تو رو خداوند آمین بگه. و دعا میکنم که روح حکمت بر تو، ای زن، به عنوان معاونت و پارا، هللویا، برای خانوادت که قرار همسرت رویای تو و بچه ها تو به انجام برسانه، آمین، او تحقق پیدا بکنه. دعا میکنم که خداوند زندگی شما رو مست کنه، هللویا، و خانواده شما در آسمان آشنا باشه. خداوند خانواده تو رو میشناسه. پولس میگه زانو میزنم نزد آن خدایی که هر خانواده در آسمان و زمین به نام او، به نام او، یعنی اسم خدا نه فقط روی توست، اسم تو در آسمان به عنوان یه خانواده، هللویا، شهروند آسمان میشناسته. هللویا. وقتی خداوند فرشتگانش رو صدا میزنه میگه میری خونه فلانی، هللویا، فرشتگان خانه تو رو بلدن کجاست، میری و اونجا میستی و هر قدرت تاریکی رو دور میکنی. هللویا. خداوند هفته‌ای که در پیش رو داری رو برکت دهد. آمین. دستای تو پر از برکت باشد، دعاهای تو شنیده و از آسمان پاسخ دهد. شما رو برکت میدم به نام عیسی، از هر برکت آسمانی در پادشاهی خداوند. آمین.